من از هفته پیش میخواستم بیام کلی براتون حرف بزنم، آنباکسینگ های جذاب داشتم براتون، ولی دو هفته گذشته عجیب شلوغ پلوغ بودم. دیگه امروز گفتم هر جوری باشه بشینم، قراره کلی چیزای قشنگ بهتون نشون بدم، یه سری توضیح هم میدم. شاید کسایی که تو ایرانن، بچه ایران معمولا به نظرم دختر ایرانی همه یه سر و گردن از بقیه جاها جلوترن، از نظر میکاپ، از نظر تیپ، یعنی هر چی که مثلا ترند میشه سری ایران میرسه، دختران انجامش میدن و اینا. اما به نظرم این مثلا چند یه مدت اخیر به خاطر که اینترنت یه کوچولو میدونم فیلتره سخت، خیلی حالا یه سری شبکه‌های مجازی میاد بالا اینا، شاید یه سری چیزا رو کم و بیش باش آشنایی داشته باشین، اما چیزای خوبیه، یعنی اوکی که بدونین به هر حال، هم برای حالا استفادهتون هم برای حالا استایلتون، اینا خیلی چیزای خوبیه که بدونین. من خیلی از این چیزا رو از تیک تاک میبینم، یعنی ببین من خودم به شخصه خوره تیک تاکم. بعد اون روز شوهرم داشت میگفتش که تیک تاک مال دختره مثلا رنج سنی مثلا 15 تا نمیدونم مثلا شاید 25 اینطورا باشه، تو برای چی اینجوری تو تیک تاک شنا میکنی؟ ولی چیزایی که من تو تیک تاک یاد میگیرم واقعا از آرایشی، از تیپ زدن، از وسیله هایی که مثلا روزانه به کارمون میاد و اینا، خیلی خیلی بیشتر از چیزایی که تو اینستاگرام یا تو پلتفرم های دیگه میبینم. حالا بیام بهتون نشون بدم که چی تو تیک تاک دیدم و خریدم و خیلی راضیم. البته که این آنباکسش کردم چون وقتی که اومد انقدر ذوقشو داشتم که اصلا نتونستم نگهش دارم. آماده این جی 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 جی. بچه این ماگ استنلیه، اسم برندش، برند آمریکاییه. خیلی لوازمای مختلف میزنه، حتی تو زمینه ماگ هم ماگای مختلف زیاد داره، اما این مدلش، این مدل که دست داره، این مدلی نی داره، از همش معروف داره. چرا؟ به خاطر اینکه میگن کلا مدلش یه جوریه که شما رو ترغیب میکنه به آب خوردن، و کلا هم چون که مثلا اندازش خیلی بزرگه، یه دونه از اینو اگه بتونین در طول روز بخورین خیلی برای مثلا بدن و اینا خوبه. بعد من گفتم که بابا این حتما برندینگ و اینا، اولش چند مدت بود هی میدیدم همه دستشون بود، ولی من اصلا سمتش نمیرفتم که بگیرم و اینا. بعد یه کوچولو هم یه سری برند آمریکایی تو ترکیه پیدا کردنشون سخته، به خاطر اینکه اینجا هم همون حالت داستان ایران و با آمریکا دارن و اینا، همه محصولاتی که هست نمیاد. وقتی هم که میاد قیمتش معمولا از بقیه جاها خب خیلی گرون‌تر، به خاطر اینکه جنس وارداتیه، گمرک میخوره و اینجور داستانا. اینو من اینجا پیدا نمی‌کردم حقیقتا، سفارش دادم، کلی منتظرش بودم که برام رسید. وقتی برام رسید الان چند روز دارم استفاده می‌کنم، یه هفته باشه که دارم استفاده می‌کنم. واقعا ارزش خرید داره. یک، خیلی خنک نگه میداره نوشیدنی رو. یعنی زمانی که مثلا شما یه نوشیدنی خنک توش میریزین و چند تا یخ میذارین، یه صبح تا شب کامل اون یخ ها توشه، نوشیدنی شما خنکه. من یه دونه ویدیو گذاشتم تو همین پیجم که یه دختری ماشینش آتیش گرفته بود و این ماگ توی ماشینش بود، ماشین سوخته بود ولی این ماگ با یخ توی ماشین مونده بود، یعنی در این حد خنک نگه میداره. نکته جالب بعدیش این نیه، بچه اندازه نی عالیه، یعنی نه حالتیه که خیلی نمیدونم بزرگ باشه، نه خیلی کوچیکه که آب کم بده، یعنی یه حالتیه که وقتی میخوری دوست داری بخور. اینو نمیتونم، شاید به خاطر اینه که خیلی چند وقت دنبالش بودم اینجوری الان دارم بهش فکر میکنم، ولی واقعا خیلی سایزش برای من خوبه. چیز جالب بعدی که داره، شما میتونید این نیو در بیارین، اصلا یه زمانی مثلا یه جا میخواییم ببرینش دوست نداریم با این نیو ببرین، این نیو در میارین، از این قسمت بالاش خب سرش عوض میشه، این مدلی میشه که شما بتونید همینطوری تو حالت معمولی بخورین. و بعد اگر هم که کلا نخواستین، شما یه به این ور من دارم چپ میبینم، یه این مدلی میکنین درش کلا بسته میشه، میتونین بذارینش حالا اگه نخواستین استفاده بکنین و اینا، ولی پرکاربردترینش همون با نی استفاده کردنشه و اندازش حدودا 1.25 لیتر. و شاید باورتون نشه، من چون باشگاه میرم ورزش میکنم دیگه، همه میدونین باشگاه که میرم معمولا قمقمه ها 750 تاییه، یعنی به یک نمیرسه، اونو میخورم به زور. بعضی وقتا مثلا نفس میزنم این قمقمه رو میارم بالا همش میریزه روم، بعد مثلا بعضی وقتا حالا خیلی تشنمه تموم میشه و اینا. این اندازش عالیه، یعنی من یه دونه اینو کامل توی باشگاه میخورم و از اونجایی که خیلی خوبه و کلا نوشیدنی خوردن توشو خیلی جدیدن دوست دارم و باهاش حال میکنم، یا آب یا هر نوشیدنی دیگه توش میکنم و میذارم کنار دستم و هر موقع که دوست داشته باشم دوباره میخورم، یعنی برای
آب که میگن خیلی مهمه برای پوستتون، برای بدنتون و اینا، باید خودتون مجبور کنین بخورین، خیلی میتونه چیز جذابی باشه. الان دارم رو دقیقه نگاه میکنم، نزدیک 6 دقیقه داره میشه که دارم در مورد این صحبت میکنم، برای همون اینو میذاریم کنار، میریم سراغ آپشن بعدی که میگن تیک تاک مید می بای ایت، یعنی تیک تاک منو مجبور کرد که بخرم. بسته خفن بعدیمون که میخوایم با شما آنباکسش کنم، بچه ها اول اینطوری آنباکسش میکنم که از نزدیک ببینین، بعد براتون توضیح میدم. بذار بچرخونمش اینجوری مثلا با کلاستر. خب بچه ها اینو اول اینشو بذار پاپیونشو بردارم، بعد بازش میکنیم، باز دوباره یه جعبه توی اینه، اونم شناسنامه هاشه که حالا بهتون توضیح میدم چیه این دفترچه و شناسنامه‌ش و ایناه. آماده این؟ این عشق منه. چی 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 چی؟ چرا زومتر از این نمیشه که شما قشنگی اینو ببینید؟ این دستبندو الان بهتون توضیح میدم که اینا چرا انقدر طرفدار داره و چرا من خریدم. فقط همین الان چون نزدیک دارم میگیرم بهتون میگم، این باسن این خانم نمیدونم سنجاقک میشه چی میشه، این توی شب حالت شب رنگ داره، الان مشخص میشه که یکم حالت سنگ شب رنگ داره، این توی شب سبز میشه. حالا بیام بهتون بگم که این چیه، جریانش از چه قرار. من خودم فن طلا هم، یعنی دوست دارم اگه پولی میدم به جایی که برم هی چیزای ریز ریز مثلا بدلی و اینا بخرم، یه سری رو دیدی مثلا 1000 تا گوشواره بدلی دارن، 1000 تا دستبند بدلی دارن و اینا، من هیچ وقت اون مدلی نمیخرم اصلا. یعنی کسی نمیبینه منو که در حال خرید بدلی جات به مقدار زیاد باشم، یعنی یا نمیندازم یا سعی میکنم اگه میندازم طلا باشه، یعنی واقعا پولامو جمع میکنم، چون اینجا کلا بدلی هم زیاد ارزون نیست، مثلا بگی میری بدل میخری میندازی، کم کم حالا مثلا یه گوشواره خیلی معمولی بخوای بگیری، مثلا یه جفت گوشواره معمولی 250-300 لیر قیمتشه، مثلا فکر کن از یک 600-700 هزار تومن به پول ایران قیمتشه. بعد خب حالا یه بار دو بار سه بار برای هر لباس اینا رو هم دیگه جمع میکنی، میبینی قشنگ میتونی یه پول کوچولوتر بذاری روش، یه تیکه طلا برای خود برداری، ولی اونجوری که همین ریز ریز میخری به نظر من اصلا جالب نیست. اما اینی که من الان به شما نشون دادم این طلا نیست، این بچه‌ها پاندورا نقره است، ولی جنس و کلن کوالیتیش بسیار بالاست و یه برند شناخته شده تو سراسر دنیاست، مثل سواروفسکیه که همه دیگه میدونن چقدر نگیناش خالصه، چقدر جنس و کوالیتیش بالا. اینم یه چیز تو ماهه اونه، فقط به نظر من سواروفسکی باز خیلی گرونتره، یعنی اصلا قابل مقایسه با پاندورا نیست قیمتاش، ولی پاندورا بازم قابل خریده. بعد من اینو توی تیک تاک میدیدم، مثلا همش میدیدم که وای مثلا دختر دریم دارن که اینو بخرن و اینا، بعد میگفتم که خب مثلا برای چه نفر باید بره یه دستبنده مثلا نقره رو انقدر پول بده، پولش هم کم نیست. حالا بهتون میگم چه جوری حسابش میکنن، الان بازش کنم میارم نزدیک بهتون نشون میدم. بعد میگفتم مثلا چرا بخرن اینو، بعد که یکم تحقیق کردم دیدم کوالیتی بسیار بالایی داره، یعنی از نظر شکل واقعا با طلای سفید هیچ فرقی نداره، هر مدت که شما استفاده کنین. بعد یک کیت تمیز کننده داره، اون تو اون کیت میذاری در میاری انگار که تو همین الان خریدی. نکته جالب تری هم که داره بهتون بگم اینه که نگیناش خیلی محکم مرغوبه، یعنی مثلا تو باشگاه تو هر چیزی اصلا کلا میتونی این دستت باشه درش نری و نگران این نباشی که بیفته گم بشه و اینا. نگیناش حالا براتون توضیح میدم که چطوریه بچه، وقتی که میخوایم بریم بخرین، حالا انشاءالله به امید خدا که حتما اگه حالا دوستش داشتین دیدین که تایپتونه سلیقه‌تونه میخواستین بریم بخرین، یه توضیح میدم چون من خودم نمیدونستم. زمانی که شما میخواین بریم بخرین یه مدل این زنجیره وسطشه که این زنجیر این سریش اصلا ازش جدا نمیشه، این سری ثابته. حالا این سری قیافش فرق داره، یکی مثلا این مدلیه که قلبه نمیدونم، یکی مثلا ستاره است، این سری و این زنجیر ثابته. شما میتونین این وسطی ها رو برای خودتون انتخاب کنین. خب حالا یه سری ها
مثلا دوست دارن دو تا بندازن، یه سری دوست دارن چند تا بندازن، یه سری میان اینو پر میکنن، ولی کسی اینو که دست شما ببینه قطعا متوجه میشه که این دستبند پاندوراه و قیمتش هم ارزون نیست، به خاطر که یه برند خیلی مطرحه تو دنیا. بعد شما به سلیقه خودتون، حالا من سعی میکنم این گوشه ها اگه جا بشه یه فیلم براتون بذارم که متوجه بشین، میرین اینا رو انتخاب میکنین. چیزی که منحصر به فردش میکنه اینه که شما مثلا توی یه ماه از زندگیتون یه خاطره خوبی از زندگی دارین یا از یه شخصی دوست دارین یه یادگاری داشته باشین، شما میتونین به مثلا به خاطر اون حالا حس خوبی که تون لحظه داشتین یا به خاطر اون شخص با اون شخص برین و یه دونه از اینا بگیرین و بندازین تو این دستبند. بعد هر زمانی که به این نگاه میکنین یاد اون خاطره و یاد اون شخص میافتین. چیزی که خیلی مثلا از نظر احساساتی ارزش داره معمولا اینه که وقتی نگاه میکنی یادت میمونه. مثلا یه دختری که مهاجرت کرده بود یه دونه رو توش مثلا چیز انداخته بود، یه دونه مثلا توش هواپیما انداخته بود، یه هواپیما خیلی خوشگل داشت. بعد مثلا بعد مهاجرت عاشق شده بود، قلبش شکسته بود، مثلا یه دونه قلب مثلا حالا شکسته انداخته بود. بعد دوباره مثلا به یه چیز خوب رسیده بود، مثلا امید نمیدونم مثلا پیشرفت کرده بود و اینا، واسه یه دونه ستاره انداخته بود. بعد میگفتش که من هر موقع به این دستبند نگاه میکنم یادم میاد که چه مسیر رو تو زندگی رفتن. اینش به نظر من اصلا از اون مسئله برندینگش رو نمیدونم اینا همه خیلی ارزشش بیشتره. پس این زنجیر رو میرین انتخاب میکنین و اینجاها این مثلا سه طرف چون سه قسمت میشه اینجا دیگه بسته میشه، این سه قسمت شما هر چیزی که دوست داشته باشین میندازید. من یه دو تا ستاره انداختم، دو تا مهره آبی انداختم، بعد این کفش تو زکر چون خیلی دوست داشتم مثلا میدیدم که هم انداختن مثلا روشن میشه و اینا انداختم، دو تا بال فرشته گذاشتم، این وسطم یه دونه قلب روش نوشته که بالاتو باز کن و پرواز کن. خیلی خیلی به نظرم حس جالبی داره. و یه چیز دیگه هم بهتون بگم که اونم خیلی باحاله، این دستبند به هیچ عنوان از دست شما بچا نمیفته. من خودم تو گم کردن مثلا نفر اولم، به همون خاطر خیلی مثلا همیشه استرس دارم که چیزای این مدلی رو مثلا هر جایی نبندم. وقتی میخوام برم یه جایی ببندم در بیارم، این اول یه دونه با این زنجیری قفل ساده به هم میشه، بعد با این قفل میشه، یعنی شما این دستبند رو دابل قفل میکنین و این هیچ جوره دیگه از دست شما تکون نمیخوره. بچه حقیقتا به خاطر خرید این دستبند خیلی خوشحالم و خیلی دوستش دارم. میدونم که اگه کسی هستیم که داریم این ویدیو رو نگاه میکنین، من خودم به عنوان کسی که همیشه مخاطب یه سری ویدیوهای اینستاگرامی، یه سری ولاگای حالا یوتیوب هستم، مثلا میبینم که خب مثلا طرف یه چیز خریده که خیلی گرونه از وسع من خارج و اینا، بچه همیشه این مدلی با خودتون فکر کنین که اون طرف هم تو زندگی داره یه تلاشی میکنه که به یه سری چیزا میرسه. هیچ کسی این پول و این شهرت و این مثلا چه میدونم بدن خوب و هر چیزی رو به راحتی به دست نمیاره. من دارم با شما حرف میزنم، دارم اینو میبندم، به راحتی اینو به دست نمیاره. هر کسی برای این یه بهایی داده، حالا یا خودش داده یا پدر مادرش دادن یا نمیدونم، به هر حال یه نفری همیشه اینطوری نیستش که اگه یکی مثلا یه سری چیزا داره که شما ندارین رو حساب این بذارین که وای مثلا طرف پول مفت داره و اینا. من واقعا میگم، من خودم چون بعضی وقتا یه همچین حسایی یه همچین فکرایی به خودم دارم، برای همون دوست داشتم که الان اینو بهتون بگم. من مثلا خودم هر موقعی که میشینم نگاه میکنم مثلا میبینم وای مثلا طرف چه خونه زندگی چه وسایل و اینا، اولا اینکه ته دلم میگم که خدا به این داده پس به منم میده، خب بعد شکر میکنم به خاطر اون نعمتی که دارم میبینم. ببین همینی که من چشم دارم، همینی که من قدرت فکر دارم، من میتونم ببینم این زیبایی رو، میتونم یاد بگیرم و میتونم مثلا برای خودم یه هدف مشخص کنم که اونو داشته باشم. پس این خیلی مهمه که شما وقتی یه نعمتی میبینین شکرشو بکنین. من خودم خیلی دارم مثلا توی پینترست و اینا وقتی میچرخم میرم ماشین خیلی گرون قیمت، مثلا خونه‌های خیلی خوب رو نگاه میکنم، به خاطر که خدا این ثروت و این زیبایی رو واقعا آفریده که ما ببینیم و لذت ببریم. وقتی که یه چیزی رو نگاه میکنی و حس میکنی که قلبی، حس میکنی که تو لیاقتشو داری، 100% به اون میرسی، مطمئنن براش تلاش میکنی و بهش میرسی. اما وقتی که نگاه میکنی حس بدی بهت دست میده، حس کمبود بهت دست میده، حس نفرت، حس حسادت، اینا همه حسیه که واقعا تو درجه های خیلی پایین قرار میگیره و واقعا مودت رو داون میکنه. وقتی اون حسا بهتون دست میده نمیتونین توقع داشته باشین که به اون برسین و حس خوب داشته باشین، به خاطر اینکه شما همون لول اول هیچ حس خوبی به اون موضوع ندادین. پس اینو بدونین که اگه
حالا من تصمیم گرفتم که یکم ولاگای روزانه و اینا باهاتون شیر کنم، به خاطر اینکه میدونم خیلی حالا یک کوچولوش بحث اطلاعاته، خیلی ها مثلا دوست دارن حالا ببینم، من خودم خیلی دوست دارم که ببینم. برای همون اگه حالا میبینی یه سری استوری رو مثلا بهتون نشون میدم، واقعا بچه‌ها بدونین که مام برای این پولی که در میاد زحمت میکشیم، هیچ ارثی خدا رو شکر پول مردمی هیچ تو زندگی ما نیست، فقط اینه که زحمت میکشیم براش برنامه‌ریزی میکنیم. شاید اینو بهتون بگم، زمانی که تو ایران زندگی میکنی، مثلا ما خودمونم که ایران بودیم، واقعا یه سری چیزا خریدش رویاه. خب نسبت اون درآمدی که آدم تو ایران به دست میاره، هر چقدرم که سخت کار کنی، بازم مثلا بخوای یه محصول خارجی بخری، یه برند بخری، واقعا خب پول زیادی میشه. اینو بدونین که مام تا زمانی که ایران بودیم، واقعا من خیلی چیزا رو نداشتم، ولی هیچ وقت حسرتش رو نداشتم. یعنی وقتی دست کسی میدیدم واقعا خوشحال میشدم و خدا رو شکر میکردم که مثلا من تونستم چیز این قشنگی ببینم. ولی خب خدا رو شکر بعد اینکه مهاجرت کردیم، واقعا سال اولم بچه ها، اصل من سال اول وقتی میرفتم بیرون، واقعا یه تیشرت اگه لازم داشتم به سختی میخریدم. یعنی بهتون بگم این مدل نبودش که مثلا خیلی راحت برم هر خریدی که دوست دارم بکنم و اینا. سال اول مهاجرت واقعا سخته، ولی بعدش که مثلا میافتی جلو، میافتی روی کار، میافتی روی زندگی روی روال میافته، خب میتونی یه سری چیزا که دوست داری براش برنامه‌ریزی کنی. میگم مثلا من که الان میبینه اینو خریدم، من واقعا چندین و چند سال هیچ گونه مثلا بدلی هیچی نخریدم، به همون خاطر حالا تمام این پولایی که مثلا این سالا میتونستم برم، نمیدونم یه تیکه مثلا همینطوری برم از این ور از اون ور، مثلا یه انگشتری بخرم، یه گوشواره بخرم، چیز همه اونو جمع شده، حالا یه مناسبتی هم بوده و اینا، همه چی گذاشتی مثلا یه همچین چیزی خریدیم. میدونم، مطمئنم کسایی که میشینن همچین ولاگایی رو نگاه میکنن، معمولا کم سن و سال شاید باشین، شاید بین حالا بازه نمیدونم 15-16 تا 30 سال اینطورا باشین که دوست داشته باشین همچین چیزایی رو ببینین. فقط خواستم خیلی خواهرانه بهتون میگم حسرت چیز رو نداشته باشین، مطمئن باشین که میتونین به بهترینا برسین، سقف آرزوهاتون رو همیشه بالا نگه دارین، برای تلاش کنین. برای خدا کاری نداره که تو زندگی آدم معجزه کنه، برای خدا کاری نداره که مثلا به شما اون خواستتون رو بده. همیشه ایمان داشته باشین که مطمئنن به اون چیزی که دوست دارین میرسین. من قلبن دوست ندارم کسی اگه ویدئویی از من میبینه، اگه عکسی از من میبینه، اگه لایف استایلی داره اینجا نگاه میکنه، 1% حتی بهش حس بدی دست بده و حس کنه که حس عقب بودن، حس کم بود، حس حسادت، واقعا دوست ندارم. پس گفتم همین الان خیلی خواهرانه و دوستانه بهتون بگم که امیدوارم، مطمئنم اگه تلاش کنین، اگه ذهنتون رو مثبت نگه دارین، اگه با خدا صحبت کنین، این خواستهاتون رو باش در میون بذارین، برای رسیدن بهش تلاش کنین، واقعا هیچ کسی نمیتونه جلو شما رو بگیره از رسیدن به خواستهاتون. چقدر دیگه رفتم بالای منبر و اینا. حالا توی ولاگ آینده میخوام بهتون یه سری محصولات آرایشی نشون بدم که من خودم بچه تازه چون خریده بودم داشتم، اول تستشون میکردم چون خودم نداشتم، ولی یه چند مدت اخیر احساس میکنم لوازم آرایش سفورا دیگه مثلا خیلی برند علکیه، یعنی مثلا میری پول میدی مثلا یه روج شده الان 1000 لیر، مثلا 1200 لیر اینطورا، و واقعا ارزش خرید نداره آدم بخواد در 1000 لیر پول بده یه روج بخره. برای همون میگم تو همین تیک تاک و اینا که میگشتم، کلی چیزای خوب با قیمت اصلا همه مطمئنم برندایی که بهتون میگم میشناسین، 100% میشناسین، میخوام بهتون معرفی کنم. ولی میگم یکم گذشته به خاطر اینکه اول خودم میخواستم تستشون کنم ببینم که واقعا خوبه یا نه، ولی وقتی تست کردم دیدم چه قیمتهای خریدم و چقدر خوبه، اینجوری بودم که حتما باید برم روی یوتیوب به بچه‌ها بگم. میدونم که کسایی که حال میکنین آرایش کنین، آرایش مثلا باحال داشته باشین و اینا، حتما به کارتون میاد. پس ولاگ بعدی حتما میشه در مورد لوازم آرایشی که میتونین با قیمت فوق العاده بخرین و کیفیت خیلی خوبی داشته باشه، یعنی تایید منو داره. یه سریاشو فکر میکنم حتما چون برندیه که همتون میشناسین قطعا تو ایران پیدا میکنین، اگرم تو ایران پیدا نکردین مثلا آنلاین شاپ و اینا دیگه خودتون میتونین سفارش ها رو بدین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، خیلی خوشحال شدم که امروز بازم تا اینجا همراه من بودین. دوستتون دارم بچه‌ها، مراقب خودتون قشنگیاتون باشین. خدافظ.